نکته برای به دست آوردن عدد. یک، عدد رو اولش فقط برمیگرده به ذهن و نیت من، عدد رو به نیت ابد در بیار، عدد رو، دنیا رو به نیت ابدیت. نگم قبل از اینکه اصلا ما وارد خدمت شما عرض شود که عمل کرد و نمیدونم اینها بشیم، قرار داریم با ذهنمون داریم این مسئله حل میکنیم. خواهند یه فرموله دیگه، چون واقعا یکی از قواعد برکت اینه که وقتی دنبال عدد میری در ذهنت باشه که من برای ابد دنبال عدد میرم، در ذهنت باشه. لذا تکنیکش چیه؟ قانون کچی. کچی هر چیزی که میخوای در دنیا به دست بیاری کچی. این سوال همیشه باید از خودت بپرسی، کچی. من دارم درس میخونم، کچی. من میخوام برم دانشگاه، کچی. من میخوام ازدواج کنم، کچی. من میخوام بچه دار بشم، کچی. من میخوام برم فلانجا استخدام بشم، کچی. من ایده زده به سرم برم شرکت دانش بنیان تأسیس کنم، کچی. کچی، این کچی که بیاد در زندگیت خیلی از مسائل حل میکنه. کچی پول در بیارم، کچی بعدش نمیدونم راحت بخوابم، کچی بعدش راحت بخوابم کچی بشه، مثلا بعدش چی بشه آرامش بیشتر رو درک کنم، بعدش کچی، آخر آخرش کچی، آخر آخرش. انقدر باید با خودت هی کچی 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 بگی تا آخرش به این نتیجه برسی که واقعا این دنیا ارزش نداره که تو به خاطر این دنیا مستقلن بری دنبال اون دستاورد و این عدد رو گره بزنی به ابد. که حالا اگر میشد کارگاهی ببریم جلو، میشد مثلا 5-6 تا مثال بچه ها بگن اینا رو ببریم جلو و با هم خدمت شما عرض شود که جلو ببریم و مثال ها رو در این قضیه پیاده کنیم. حالا من یه مثال الان بهشم فکر نکردم، یه مثال براتون بزنم که این مسئله رو بتونیم بهتر جلو ببریم. آقا من میخوام دانشگاه برم درس بخونم، درست؟ میخوام برم درس بخونم و نیتم باید چی باشه؟ میخوام برم دانشگاه درس بخونم، مدرک بگیرم. خب مدرک بگیرم کچی؟ کچی؟ از خود میپرسی کچی؟ اگه نیتم مدرکه کچی؟ آخه پول میخوام در بیارم دیگه، پول در بیارم دیگه، مدرک بگیرم که بعدم خب پول در بیارم. خب بدون مدرک هاشم که پول در میآوردن، شما میتونی که بدون مدرک هم پول در بیاری. پس این رفت کنار. پس من میرم دانشگاه که چی؟ دوباره از اول با در خود بسازی. میرم دانشگاه که پتانسیل اجتماعیم بره بالا، مثلا چی میگن جایگاه اجتماعیم بره بالا. خب نیاز به مدرک نیستش، شما با خیلی از چیزهای دیگه هم میتونی جایگاه اجتماعی تو ببری بالا. خب چرا مدرک؟ پس زیرابش دوباره خورده شد، دوباره برگرد اول. نه خب برم دانشگاه که چی؟ اینا رو با خودمون حل کنید. میخواید شروع، وقتی میخواید شروع یه کاری رو شروع کنی قبلش اینا رو حل کن. تو وقتی یه کاری میخواید، همین درس خوندن و دانشگاه رفتن رو میخواید شروع کنی، بچه دار شدن رو میخواید شروع کنی، نمیدونم همسرداری و ازدواج میخواید شروع کنی، وقتی با خودت اینا رو حل میکنی و میزنی به دل اون کار، این کار تو چه بسا شما وقتی با نیت الهی میرید، حالا من این حرف آخر منه بی نهایت رو دارم اول میزنم، شما وقتی با نیت الهی میزنی به دل کار دیگه نمیری که دانشگاه که درس بخونی که پول در بیاری که های زندگی خوده، میری دانشگاه و داری زمینه سازی ظهور امام زمان میکنی، زمینه سازی میکنی برای ظهور. اگه این یه نکته اول حل بشه با قانون کچی، آقا هر کاری میخواد رو کچی گره بزن برای، اگه خدا فرموده، اگه خدا دوست داره، اگه در راستای زمینه سازی ظهوره، بله میرم انجام میدم. بذارید این امور خرد و کوچیک زندگیتون گره بخوره با یک امر بزرگ، گره بخوره با یک ارزش بزرگ که خودتون با اون امر کوچیک، با اون کار کوچیکی که انجام میدید بزرگ بشید. با کوچکترین کارها شما میتونید بزرگ بشید. لازم فرمود کاری که برای خدا باشه کوچیک دیگه نداره، انجام بده. رفتم پیش یکی از اولیای خدا گفتم حالم بده، نمیدونم هیچی نداریم، دستمون خالیه، بعد از این همه سال تو این مسیر بودن فلان، هیچ چیزی نه میبینیم نه دستمون نه چیزی داریم، نه خلاصه حالمون بده. آقا حالمون بده. ایشون فرمود آقا کارهای کوچیکی که در مسیر الهی انجام میده، این کارهای کوچیکو باید ببینی. ایشون میفرمود حالت رو با کارهای کوچیکی که داری انجام میدی در این مسیر خوب نگهدار. این یعنی چی؟ یعنی اون کارهای کوچیک که ما داریم در مسیر الهی انجام میدیم، این کارهای کوچیک اگر برای خدا به نیت الهی باشه دیگه اصلا کوچیک نیست.
کوچکی نیست این کار، این کار میشه بزرگ. چرا؟ چون داری تو امر یک پروردگار بزرگ رو بالاخره اطاعت میکنی، چون امر یک خدای بی نهایت رو داری اطاعت میکنی، این کار تو هم میشه بی نهایت، ارزشش میشه بی نهایت. تو چی؟ تو هم وقتی این کار انجام میدی با اون کار تو هم ارزشت میشه بی نهایت، بزرگ میشی. پس کارهای کوچیک زندگی رو هم حتی انجام میدید، کارهای امورات خرد زندگیتون هم انجام میدید، حتی اسخایی میکنن، یک مستراح آدم میخواد بره، نمیدونم یک میخواد بخوابه، غذا بخوره، حتی همینقدر کوچیک این امورات رو هم شما گره بزنید برای خدا، گره بزنید برای نیتهای الهی. که این اتفاق بیفته شما عددتون برای ابد میشه و اولین فرمول تکنیک و اولین فرمول برکت رو رعایت کردید. خوردشم این تکنیک دم دستیشم که بخواید با خودتون بالاخره کلنجار برید تا به این نیت برسید، اگر میبینید که واقعا مثلا به اون هدف هنوز نرسیدید، اینه که کچی هر کار میخوای بکنی، کچی این کچیه رو بیار تو زندگی، برات خودت قرار بده و از خودت همیشه بپرس، آخرش به این میرسی. تو هر کاری میخوای انجام بدی انقدر کچی باید از خودت بپرسی، آخرش به این میرسی که واقعا این دنیا ارزش نداره که من برم براش مدرک بگیرم، درس بخونم. آخه این همه سختی بچه‌ها، واقعا من خودم مثلا برای کار تبلیغ خودم از اون نگاه میکنم، از اون میگم خدایا من شب و روز بخونم، نه منت که نیدم، من افتخارم اینه و خدمت شما هر شد که امام زمان باید به سر من منت بذاره که این توفیق نصیب من شده. من بعضی موقع خودم من شب و روز دارم کار میکنم، بعضی موقع واقعا خسته میشم، بعضی موقع واقعا دیگه نمیدونم ریاضت چی، این همه من دارم کار میکنم که چی آخه، که چی؟ و به این نتیجه واقعا میرسم اگر برای این دنیای، اگر برای نمیدونم مظاهر دنیا، مصادیق دنیا واقعا نمیصرفه، هزار باره باید من اینو کنار میذاشتم. میگم تو خدای واقعا من این همه زحمت میکشم، حالا اصلا این همه زحمت که من نمیکشم خودت داری، ولی این همه سختی اصلا نمیارزه برای اینکه آقا واقعا 90 سال بعد 100 سال بعد همه زحمت های من به باد بره. تو میری درس میخونی، ساعت 7 صبح میزنی بیرون، ساعت نمیدونم 6 صبح میزنی بیرون، بعد از نماز صبح میزنی بیرون، که الان میای بیرون بعد از نماز صبح میبینی ماشینا ترافیکه، همه میزنن بیرون بعد از نماز صبح، سخت بعد از نماز صبح بیای بیرون، سخت تو این سرما بعد از نماز صبح خوابت میاد بیاد بیرون، ریاضت هم بیای بیرون که چی بشه، کاری کنی و این هر روز این سختی رو به جون بخره که بعد از 70 سال بعد از 80 سال تماما نابود بشه، اصلا میارزه؟ اصلا میصرفه تو سختی تحمل کنی که در این دنیا تموم شه؟ نمیارزه، نمیصرفه دیگه. لذا خب عرض کنم یه کچی همیشه باید خودتون بذارید، هر کار هر زحمتی که دارید میکشید نذارید زحمت دنیا رو بکشید، زحمت به دست آوردن چیزی رو بکشید و اون زحمت منتهی بشه به دیواره های دنیا. بذارید زحمتاتون رو گره بزنید به بی‌نهایت، زحمتاتون رو وصل کنید به ابدیتتون، که با این زحمت‌های کوچیک هم حتی اگه میکشید ابدیتتون و ابدیتتون ساخته بشه، بی‌نهایتتون ساخته بشه.